به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض ادب دارم خدمت تمام شما دوستای عزیز. انشالله که جور صحتمند و سر حال باشین. خب به یک دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدین. قبل از شروع درس یک نکته میخوایم به شما بگم. به خاطر حمایت از ما و دیدن ویدیوهای بعدی ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب، شیر و لایک نمایید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شید. خب در این قسمت ما شما خواصی عملی تقسیم را برای شما میگیم. خواص عملی تقسیم چی است؟ یک چند تا خاصیت داره عملی تقسیم، باید بیاد داشته باشیم، نکات خیلی مهمی هست. خواص از جمله خواص شماره یک شید. خواص شماره یک ترمونگه در عملی تقسیم عدد یک انصوری عینی است. عدد یک انصوری عینی است. انصوری عینی است. به این معنی که هر عدد تقسیم یک شوه حاصلش برابر باشه، برابر با خود عدد. یعنی اگر A تقسیم یک شوه مساوی با خود A میشه، پس عنصری عینیت اینه که عنصری به تاثیر بی خونسایه، A تغییر نمیره، تغییرات نمیره در عملی تقسیم. A تقسیم یک میشه برابر با خود عدد A. مثالش اینه، صفر چی باشه؟ 20. 20 تقسیم عدد یک برابر با خودی 20 میشه، برابر با خودی 20. خب خواص شماره دوی تر مگه هرگاه دو تا عدد مساوی رو بالای یک دیگه تقسیم کنیم، حاصل برابر با عدد یک. اگر دو تا عدد مساوی رو بالای یک دیگه تقسیم کنیم، حاصلش برابر با چند میشه؟ یک. خب این مثالش، مثلا اگر داشته باشیم که 30 تقسیم خود عدد 30 شوه برابر با یک، حاصل برابر با یک میشه، حاصل مساوی میشه مقدار. خب مثال بعدیش اگر در نظر بگیریم، خب اینا 404 اگر بگیریم تقسیم خود 404 کنیم، برابر میشه حاصل برابر با 1. پس خیلی آسان بود. خواص شماره بعدی، خواص شماره بعدی اینطور میگه، میگه هر عدد اگر تقسیم صفر شوه حاصلش لایتناهی یا ناممکن است. هر عدد اگر تقسیم صفر شوه حاصل چیه؟ ناممکن یا لایتناهی. یعنی در زبان عامیانه هم گفت ناممکن، امکان نداره که یک عدد به تقسیم صفر شود، اما در زبان ریاضی رو با علامه لایتناهی نشان میده. علم ناممکن بودن در زبان ریاضی با علامه لایتناهی نشان میده. یه ثبوت همون بلده شما اینه، ثبوتش از گاب ازی قرار مگه اگر A به تقسیم عدد صفر شود. سایکو ببینید، اصلا همون تحلیل عامیانش یه که یک عدد امکان داره بالای هیچ و صفر تقسیم شود؟ هیچ امکان نداره. صفر در لغت بمانای هیچ و خالی بود، هیچ چیز وجود نداشته باشه، اونور ما میگیم صفر. پس آیا یک عدد امکان داره بالای هیچ چیزی که وجود نداره تقسیم شود؟ نه دیگه، امکان نداره. پس علمی ناممکن بودن از اینجا، ناممکن بودن از این در زبان ریاضی لایتناهی میگه. اینجا حاصل بود، یعنی نام از قسمت حاصل تقسیم بود، نه حاصل تقسیم. پس اینجا نتیجه میگیریم که اگر یک عدد تقسیم صفر شود، حاصلش لایتناهی یا ناممکن است، امکان نداره. اینجا نتیجه میگیریم که هر عدد تقسیم بر صفر مساوی میشه با لایتناهی یا بی نهایت. مثال اگر داشته باشیم 4 تقسیم صفر برابر با میشه لایتناهی، امکان نداره که 4 تقسیم صفر شود. مثال بعدیش در نظر میگیریم، اگر داشته باشیم که مثلا 2000 ای تقسیم صفر شوه برابر با لایتناهیه. یعنی هر عدد اگر تقسیم چی به جزی عدد داد، هر عددی بزرگ، خرد، اشاری کسری، هر عددی باشه امکان نداره، فقط چی شوه؟ عدد تقسیم صفر لایتناهی، امکان نداره. وقتی امکان نداشت در زبان ریاضی میگه لایتناهی میشه. خب بریم روی خواص شماره بعدیش. شماره 3 بود و شماره 4. در شماره 4 اینی طور گفت، در خواص شماره 4 میگن اگر بیا صفر تقسیم یک عدد شوه، حاصل برابر با صفره. صفر بیا تقسیم یک عدد شوه میشه حاصل برابر با صفر. یعنی ثبوتش ما اینجا بلدت نوشتم نو. ثبوتش یعنی صفر تقسیم بر A، صفر تقسیم بر A. سعی کنیم در طریقه اجرای عملی تقسیمی طور گفت بود
که ما شما در خارج قسمت یک عدد انتخاب میکردیم و ضرب مقسوم علی میکردیم که حاصل ضرب باید از مقسوم کرده کوچک یا مساوی به خودی مقسوم میشد، یا کوچک میشد یا مساوی به خودی مقسوم میشد. این حال در اینجا در این خارج قسمت بجوز از صفر دیگه هیچ عددی آمده نمیتونه تا که همه عملیه تقسیم اجرا شود. تحلیلش اینی گپه، ثبوتش اینی گپه. پس بجوز از صفر دیگه هیچ چیزی وجود نداره، هیچ عددی وجود نداره که همه عملیه ما و شما را انجام بده یا صدق کنه. پس صفر ضرب یه میشه صفر، میشه حاصل صفر. یعنی پس عملیه تقسیم ما اجرا شد، اینی شد حاصل تقسیم. حاصل ما و شما برابر با کیه؟ برابر با صفر. خب نتیجه میشه از اینجا که هر اگر صفر تقسیمی هر عددی شود برابر با صفر حاصلش. مثال اگر در نظر داشته باشیم صفر تقسیمی مثلا 40 شود پس برابر با صفر امکان. خب بعدیش اگر صفر تقسیمی مثلا اینقدر 20 هزار هم که شود برابر میشه حاصل برابر با صفر، چون ایج امکان نداره که دیگه عددی شود. خب خواص شماره بعدیشه، در شماره بعدی این رقم یک خواص وجود دارد. میتونم بگم مگه هرگاه همزمان مقسوم و مقسوم علیه را ضرب یک عدد معین کنیم در حاصل تقسیم تغییر ایجاد نمیشه. همزمان یک مقسوم مقسوم علیه را ضرب یک عدد معین کنیم باز هم در حاصل تقسیم ایش تغییر ایجاد نمیشه. اینا ببینید 8 تقسیمی 2 مساوی شده با 4، 8 تقسیمی 2 مساوی شده با 4، قبول دیگه نه؟ این حال همزمان اینی نامش بود مقسومی بود مقسوم علیه، همزمان این حال هم مقسوم هم مقسوم علیه ضرب یک عدد کن 8 ضرب 2، اینی تقسیم از علامه کلیه 2 ضرب 2، این هم ضرب 2 کن معاید حاصل 4 شد کلمه 4 هم موشه. 8 تقسیم 2 16، 8 ضرب 2 16، یعنی تقسیم از حالت کلی بود. 2 ضرب 2 4، باید مساوی به 4 شود. 16 تقسیم 4 میشه 4. پس 4 مساوی به 4 هست. اینطور نتیجه میشه که هرگاه ما شما مقسوم و مقسوم علیه همزمان ضرب یک عدد کنیم باز هم در حاصل تقسیم تغییر ایجاد نمیشه، به شرطی که همزمان هر دوش را یک جایی ضرب کنیم در یک عدد معین. خواص شماره بعدی، شماره بعدی اینطور گفت در خواص شماره بعدی اینطور یک گفت است مگه که اگر همزمان مقسوم و مقسوم علیه را تقسیم یک عدد معین کنیم باز هم در حاصل تقسیم تغییر ایجاد نمیشه، چی ضرب چی تقسیم هر دوش در حاصل تقسیم تغییر ایجاد نمیشه. مثلا ما داشته باشیم که 32، اگر 32 را تقسیم 8 کنیم میشه 4 حاصل، قبوله؟ 4ش 32. اینا رو چه کار کن؟ مگه همزمان اگر اینمی مقسوم و مقسوم را تقسیم یک عددی معین کنیم باز حاصل تقسیم تغییر ایجاد نمیشه. 32 باشه اینی را تقسیم مثلا 2 کن، قبول؟ اینی تقسیم از علامه کلیه دیگر، 8 دیگر هم تقسیم 2 کن داخل خاص مشتمل مساوی باید با 4 شود. 32 تقسیم 2 میشه 16، 16 یعنی تقسیم کلیه، 8 تقسیم 2 میشه 4، پس 16 تقسیم 4 چند میشه؟ 4، اینجا هم 4 اینی طرف هم 4، پس 4 مساوی با 4 است. نتیجه میگیریم که اگر ما شما مقسوم 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 علیه همزمان تقسیمی یک عدد معین کنیم در حاصل تقسیم تغییر ایجاد نمیشه. اینی بود از خواص عملیه تقسیم بود. خب بریم دوستای عزیز روی حالات اختصاصی تقسیم. حالات اختصاصی تقسیم برای از ما شما این رو بیان مونه که بعض از حالات چی خیلی مهمه که قانونهای وجود داره که در او کاربرد داره. اولین گپش یا اولین خاصیتش یا اولین حالت اختصاصیش اینطور گپ مگه مگه که در عمل تقسیم در هر مرحله ما شما حق داریم که یک یک رقم پایین کنیم، یک یک رقم، و او رقم اگر پایین کردیم که کوچک شد نسبت به مقسوم علی کرده، اما عددی که پایین کردیم اگر نسبت به مقسوم علی کرده کوچک شد و نیاز شد به عدد بعدی
این زمانی است، این زمانی استفاده میشه که نیاز پیدا میکنیم بر رقم بعدی. اگر نیاز شد بر رقم بعدی، میگه اول بیا یک دونه صفر را بام در خارج قسمت، بعد از اون رقم بعدی را پایین کن. اگر امی پوینت با پوینت کردن امی عدد بازم نیاز شد با عدد پوینت کنی، بازم این کار کن. صفر در خارج قسمت بون، باز بیا یک دونه عدد پوینت کن. این هم با شما در نظر میگیم مثالا 13 22 88. اگر امی را تقسیم 12 کنیم باید چی میشه؟ این هم در مرحله اول خود حق داری که بگیری. خب بازم امکان نداره. سعی کنم اول شما تو تحلیلی پیش برو. اینج یک در رقم اول، آیا یک امکان داره بالای 12 تقسیم شود؟ خب نه دیگه، امکان نداره. پس مقسوم ما شما اینجا کوچک شده از مقسوم علی کرده. اینال اینجا اگر صفر بانم، صفر با درست میمونم، میره تامنم بازیرم یک جای میگیرم، اما صفر طرف چپاداد مانا نداره. از او خاطر در مرحله اول در صدای مکتب یا بعضی استادا میگه که تو برو در مرحله اول هر قدر که دلخوا گرفتی بگیر یک عدد انتخاب، یا سه رقم، مگه سه رقم یا دو رقم یا سه رقم اینه بگیر انتخاب کن. خب سعیه او هم درسته، اما رویش اصلیش یعنی هم که کوچکتر از او شد بگیر یک دونه صفر اول در خارج قسمت بون، باز رقم بعدی رو در نظر بگیر، چون صفر طرف چپ عدد معنا نداره. از او خاطر ما شما او کارا نمونیم دیگه. اینانی 13 یک ضرب 12 12 تفرقش کن، 13 12 کم شوه یک. اینا رو نوبت خود دوی دیگه نه؟ حال نوبت چه؟ او کاری نداره برای فعلا. 12 تقسیم 12 خو میرسه دیگه نه؟ میشه 1 ضرب 12 12، 12 را کم کن 0. اینا رو خود 0 دیگه کار نداریم اینجا. حال نوبت دوی دور خودش رو پایین مونی. اینا رو برای فعلا دو امین جسه کن، دو امین قسمت. آیا کوچک شده نسبت در 12 کرده؟ بله. آیا دو بالای 12 میرسن؟ نه. خب که نمیرسن، نیاز پیدا کردیم در رقم بعدی نه؟ وقتی که نیاز پیدا کردیم، اول برو یک دانه صفر باند خارج قسمت، بعد از وقت داره که تو این رقم بعدی رو پایین کنی. 28 دو دوازده 24 تفریقش کن میشه 22 خب خودی 4. اینالی 4 تقسیم 12 خب نمیشه دیگه، نیاز داریم به رقم بعدی. اما این قانون اینطور که این عقشه، این برای فعلا نوبت چه که تا شوه اینجی 48 4 دوازده میشه 48. خب یه نوبت شد از او خاطر، اگر مثلا از نوبت خو خواست پیش پایین شد، آن از او خاطر باید تو اینجا یک دانه صفر بانی. اینی شد صفر و صفر. خب باریم روی مثال بعدی. تقسیم عبده، عبده 68 25 تقسیم عبده. سعی کنیم رو میخواییم تقسیم کنیم. در مرحله اول خب یک ضرب 17 میشه 17 تب فرتوکش کن 0 0 دیگه ما نداره 0 نمونیم. این حالی نوبتی کیه؟ نوبتی 6 هست. خب 6 از 17 کرده کمه دیگه. خب وقتی از 17 کرده که کم بود، ما شما چی کار کنیم؟ اول میاییم بخاطر پایین کردن رقمی بعدی، اول یک دانه 0 اینجا بون، خب نیاز پیدا کردیم دیگه. خب نیاز که پیدا کردیم، اول اگه صفر میمونیم، بعد از رقم بعدی را پایین کن 8. حالا بگم 4 ضرب 7 میمونیم، 4 ضرب 7 4 7 28 28 8 8 2 حاصل داریم، یادتان باشه 4 ضرب 1 4 جمع 2 که حاصل داشتیم میشه 8 68. با 0 0 0 اینجا معنا نداره. حالا نوبت کیه؟ نوبت خود دویه. نوبت دو که هست، این خود نوبت چه حقشه کار نداریم. حالا اینجا دو رزگک شده زیاده در بالا عبده نمیرسه. بخواییم که رقم بعدی را پایین کنیم، چون نیاز داریم، اول یک دانه صفر را میمونیم در اینجی، بعد از این رقم بعدی را پایین مونیم. این حال این را حق داریم که پایین کنیم. خب حالا یک ضرب عبده میشه عبده از 15 که خب اینجا یک رقم باید قرص کنیم دیگه. از 15 که 7 کم شوه و اونو 9 باقی مونه، و این طرف که از یک کم شد صفر، صفر طرف چپ عدد معنا نداره. خلاص. خب این بود از قسمت چی؟ از این قسمت. خب از 15 که کم شوه 8 میشه. خب این بود از این قسمت. از حالت اول. خب حالت های بعدیش. در حالت دوم یا حالت اختصاصی دو متر بیان مونه.
مگه اگر ما و شما در اجرای عملی تقسیم یا در جریان عملی تقسیم صفر به تنهایی خود در مقسوم بانه، صفر به تنهایی خود بمانه، او را میتونیم که در خارج قسمت انتقال بدونیم بدون کدام جنجالی. خب او انتر گرمد، انتر مثال کار بینیم، در مثال خوب واضح میشه. مثلا داشته باشیم که خودش مثلا این یک عدد در نظر میگیریم 22 40 شش یه عدد برای شما با اینجا تهیه کردیم تا که وقت گرفته نشه میشه تقسیم 112. سعی کنید دوستای عزیز در این قسمت میگه هر وقت صفر به تنهایی خود مقسوم بانه تو رو مستقیم ببرد خارج قسمت انتقال بدی. خب یا هم کاربردی داره از خود اما زیاد نداره کاربرد، اما نکته اول یا حالت اولش خیلی کاربرد داره. خب در مرحله اول تو باید یک عدد انتخاب کنی. در مرحله اول باید ما شما انتخاب کنیم. مثلا در این قسمت اگر دو رو بگیریم خود دو ضرب دو را بگیریم ضرب هم 122 کنیم، دو ضرب دو 4، دو ضرب یک دو، دو ضرب یک دو، کمش کن. اینی قسمتی سه رقم در نظر بگیریم برای فعلا. اینی رو ما انتر پشت نکنم که فهمیده شد که مجزا نباشه. حالا از 4 کم کنید 0، اینجا به 0، اینجا به 0، 0 اجمانا اینجا نداره. خب این حال اینجا 0 باقی مان یعنی اینه 0 به تنهایی خوب مان. صفر اگر اینجا پایین کنید هیچ پس مانا نداره دید. چون نمیرسه یک خواهد. او چی کار مونیم؟ صفر مستقیم میاریم این در خارجی قسمت انتقال مونیم. سه شد؟ این حال ما شما در رقم بعدی. خود رقم بعدی رو پایین مونیم. آیا باید رقم بعدی کوچک از واسه یا نه؟ کوچک از مقسومه. خب برای پایین کردن خب رقم بعدی اول این کار کو. یک دانه صفر اینجا علاوه کو بازی رقم بعدی رو پایین مونیم. سه شد؟ خب حال بازم 67 از 112 کرده که چی گرد؟ نیاز داریم به رقم بعدی، نیازمندی شدیم. بازم اگر بخوایم رقم بعدی رو پایین کنیم یک صفر اینجا زیاد کو بازو بیار اینجا رو ایره پایین کن. عقد داری ایزمون؟ خب حال 6 ضرب 2 12 12 2 شی 1 حاصل 6 ضرب 1 1 جمع 1 میشه 7، 6 ضرب 1 6 تفریقش کن باز 0 0 0 0 اینجا مانا نداره. قبول داری؟ خب این حال بازم این اینجا صفر باقی مون به تنهایی خو؟ این صفر به تنهایی که باقی مون تو این میره مستقیم ببر در خارجی قسمت اینجا انتقال بدی، چون مانا در این قسمت اگر باشه بازم مجبوری که تو اینجا انتقال بدی. حال شد نوبت 4، خود 4 را پایین مونیم. آیا 4 از 112 کرده کوچیک بعد دیگه؟ خب کوچیک نیازمندی رقم بعدی شدیم. اول یک دونه صفر رو در خارج قسمت علاوه کو باز رقم بعدی رو پایین کو 4. باز 44 کوچک از زیاده. خب نمیشه به برادر که نشد بازم تو اول به خاطر پایین کردن اینی رقم ده اینجی یک دونه صفر علاوه کو بعد از او اپ داره که اینی 8 رو میجرا پایین کنی. خب که دیگه آسان شد. این حال 4 ضرب 1 4 ضرب 112 میشه 448 که تفریقش کنی 0 و 0 و 0 باقی میمونه. اینی بود از حالت دوم. یعنی اصل هدف اینجا که هرگاه در مقسوم اینجا یکان صفر باقی بمونه به تنهایی خود که اجرال نداره او رو میتونیم مستقیم در کجا بیاریم؟ در خارج قسمت انتقال بدیم. این شد از این قسمت. از حالت سومیش ما شما در نظر میگیریم.